بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بچه های گل 11 ریاضی، امروز یک ساعت و نیم در خدمتتون هستیم با درس زیبای حسابان 1. نمونه سوالات امتحانی میخواییم حل بکنیم. بنده جاماسپی هستم، قدیمی ترین مدرس آموزشگاه بهزاد. خیلی از شما ممکنه شاگرد ما نباشین، قدمتون رو جهش تشریف آوردین. اینجا من چت دارم و شما میتونید با من در تماس باشید و پیغاماتون رو به من بگید. خب اومد. بچه بریم به سراغ یه سری سوال امتحانی. از ته شروع بکنیم، یعنی شما دیما نصف کتاب امتحان دادید، نصف دیگهش خب این وره. ما از ته شروع میکنیم، میایم جلو. بریم از سوالات خدمت نرز کنم. اجازه بدید من اینا رو اندازش کنم. خیلی خوب، از سوالات حد شروع میکنیم. سوال 100% امتحان همه تون خوب حده. میاد بگه لیمیت خط کسری x2 منهای 6x به علاوه 5 پایین x به توان 3 منهای 1 x میل 1. حد جایگزین میکنم 1 رو، میبینم بالا شد 0، پایینم شد 0. البته میدونید که این 0 بالا 0 0 0 نیست، 0 پایینم 0 0 0 نیست، 0 مطلق نیست، 0 حدیه. ولی خب به غلط بهش میگن اپام 0 0. برای رفع اپام ما باید تجزیه کنیم تا یه چیزی از صورت و مخرج بره. تجزیه از راه اتحاد یک جمله مشترک دو عدد پیدا کنی، ضربشون 5 باشه، جمعشون منفی 6، منفی 1 منفی 5. ایکس منهای 1 تجزیه، اتحاد چاق و لاغر، ایکس 2 به علاوه ایکس به علاوه 1. بچه اون چیزی که باید بره و حتما باید بره بهش میگن عامل مبهم کننده. همیشه به این عدده نگاه کن، ایکس منهای این عدده، یعنی باید الان x منهای 1 بره و رفت. خوش گذشت. 1 رو جایگزین میکنی، جواب حد منفی 4 صفر. معنیش یعنی که این تابع من که در یک سوراخه، این تابع من که در یک جزء دامنش نیست، اگر از چپ و راست به یک نزدیک بشیم، عرض به منفی 4 سوم داره نزدیک میشه. بسیار خوب. مثال اینا رو باید عکس بگیرید، چون کلاس جزوی نیست، باید عکس بگیرید. من میخوام رد شم. دومی مثال حد. لیمیت خط کسری، میلش رو بدم 2، اینجا رو بدم 3، منهای 5 ایکس منهای 1 پایین، رادیکال ایکس منهای 1 منهای 1. بچه دوباره اگر 2 رو جایگزین کنی، 2 5 شد 10 منهای 1 9، جزش میشه 3، 3 منهای 3 0، پایینم 0. ابهام صفر حدی به روی صفر حدی رخ داد. برای رفع ابهام وقتی رادیکال داریم باید در مزدف باید گویا کنیم. الان تو صورت رادیکال داریم یا مخرج؟ هم تو صورت هم تو مخرج. پس یه بار به افتخار مخرج در مزدوج مخرج ضربش میکنم، یه بار به افتخار صورت در مزدوج صورت ضربش میکنم. 3 به علاوه رادیکال 5 x منهای 1، 3 به علاوه رادیکال 5 x منهای 1. حالا بریم سراغ مثلمون. صورت تو صورت میخواد ضرب شه، مخرجم تو مخرج، این در این در این. یه چیزی میخوام بگم،
یه چیزی میخوام بگم. در ضرب میدونیم حسودی نداریم. این میخواد ضرب شه در این، در این میتونه انتخاب بکنه در این، نه در این ضرب شه. در ضرب حسودی نداریم. این میتونه منتظر بمونه. این سبزه از قرمز خوشش اومده، در هم ضرب شن اتحاد مزدوجه، میشه اولی به توان دو، منهای دومی به توان دو، رادیکالش میپره، منفی اثر میکنه، میشه این. اون آبیه رو باید تحملش کنیم، آبیه رو تحملش کنیم. تو مخرج این سبزه از آبیه خوشش اومده، چون با این اتحاد مزدوج میشه، میشه ایکس منهای یک، منهای یک. اون قرمزه رو باید تحملش کنیم. قرار ما چی بود؟ یه چیزی باید بره. اون چیز چیه؟ ایکس منهای دو باید بره. ببین داری یا نه؟ آره. نه به علاوه یک میشه ده. این ده منهای پنج ایکسه. اگه اون بالا از یه منفی پنج فاکتور بگیرم، اون ایکس منهای دویی که دلم میخواد ایجاد میشه. توی مخرج ایکس منهای دو دارم، همه چی آماده است واسه یه رفع ابهام. رفع ابهام این با این رفت جایگزین میکنیم. یه منفی پنج دارم، دو منهای یک، یک با یک دو پایین، پنج دوتا ده، منهای یک نه، جذرش سه با سه شیش، دو با شیش ساده میشه. جواب حد تقدیم معلم منفی پنج سوم. معنی اگه این تابع رسم شه، میدونیم تو دو سوراخه، تو دو تعریف نشده، ولی حد داره و حدش منفی پنج سومه. اینم مثال دوم. بریم برای مثال سوم. میگه لیمیت کوسینوس 2x پایین، سینوس x منهای کوسینوس x، x میل پی چارم. پی چارم رو جایگزین کنید، دو تا پی چارم چه پی دوم، کوسینوس صفر، رادیکال دو دوم، منهای رادیکال دو دوم. بچه های پام صفر صفرم رخ داد. برای رفع پام باید بزنیم یه چیز از صورت مخرج. کوسینوس 2x فرمول داره، کوسینوس 2 منهای سینوس 2، این رابطه یک کتابته، سینوس منهای کوسینوس. اگه بالا رو نگاه کنی اتحاد مزدوجه، میشه کوسینوس منهای سینوس در کوسینوس منهای سینوس. مخرج از یه منفی فاکتور بگیری، کوسینوس منهای سینوسی ایجاد میشه که به راحتی ساده میشه. رفع پام رخ داد. رادیکال دو دوم، اینجا یکیش منهاست، یکیش به علاوه. رادیکال دو دوم به علاوه رادیکال دو دوم، تقسیم بر منفی یک، میشه رادیکال دو. یه منفی هم داریم، پس جواب منفی رادیکال دو. منفی رادیکال دو. اینم سومیش. داریم از حد سوالات امتحانی حل میکنیم و اما چهارمیش میاد، میگه لیمیت دو تا براکت ایکس منهای براکت 2x منهای x منهای 3. حد اینو در 4 ازتون خواسته. بچه هر وقت در حد تابعی که بهت میدن براکت داشت، باید یه بار از این تابع حد راست رو برام محاسبه کنی، یه بار باید برام حد چپو
پس توابعی که توشون براکته معلم سوال داد باید حتما دو شاخه بکشی. همه تون میدونین چهار یه ذره بیشتر وقتی بشینه این تو چهار نیست که، از چهار یه ذره بیشتره. خب چهار یه ذره بیشتر جزء صحیحش چهار میشه. نوبت اینه، چهار یه ذره بیشتر ضرب در دو بشه میشه هشت یه ذره بیشتر و براکتش هشت میشه. بچه ها ولی به ایکس رسیدید خود این عددو میذارید، اصلا بهش فکر نمی کنی یه ذره بیشتر یه ذره کمتر. جواب منفی هفت. نوبت اینه، چهار یه ذره کمتر یعنی سه ممیز نه 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 نه، براکتش سه میشه و چهار یه ذره کمتر ضرب در دو بشه هشت نمیشه، از هشت یه ذره کمتر میشه، از هشت یه ذره کمتر یعنی هفت ممیز نه 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 نه، و براکتش هفت میشه. ولی به ایکس غیر براکتی رسیدی خود این عددو میذاری. من دارم شیش منایف منفی یک منفی پنج، جواب منفی هشت. همونطور که میبینی حد راست و چپ با هم برابر نیست، اعلام میکنی تابع من در ایکس مساوی چهار حد ندارد. اینم از این. بریم بعدی. ما توی قصه حد هستیم. سوالات مهم امتحانی رو میبینیم. به هم میگه قدر مطلق x2 به علاوه 5x به علاوه 6 پایین، x2 منهای 9 x میل 3 منفی 3. منفی 3 رو جایگزین میکنم، بالا شد 0 پایین هم شد 0. ابهام 0 0 رو اعلام میکنم. بچه راستی هر وقت ابهام 0 0 رو رخ داد و تو قدر مطلق داشتی در صورت یا مخرج، باید حد راست و چپ رو جداگانه حساب کنی. یه بار حد راست یه بار حد چپ. تمام این نکته رو سر کلاسمون در طول ترم درس دادیم. بچه همه میدونن این صفر میشه با منفی 3، ولی منفی 3 منفی 3 منفی 3 نیست. پس صفر ایجاد شده، اینم صفر 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 نیست. یا یه ذره از صفر بیشتره یا یه ذره از صفر کمتره. اگه صفر یه ذره بیشتر باشه خب اون تو مثبت میشه، باید دیوارو برداری. اما اگه اون تو منفی بشه باید احادیو در یه منفی ضرب کنی و دیوارو برداری. حالا من نمیدونم منفی 3 یه ذره بیشتر با این چه میکنه. میخوای بدونی؟ باید تنگ ننامتش کنی. x2 به علاوه 5x به علاوه 6 ریشاش رو روی دلتا گیر میاری. دو تا ریشه در اومد، مثبت منفی مثبت. حواس به من، منفی 3 یه ذره بیشتر منفیش میکنه. چه جالب. حالا که منفیش کرد میخوای دیوارو برداری، باید احالی رو در یه منفی ضرب کنی. با تجزیه چطوری؟ x به علاوه 3 x به علاوه 2 پایینم x منهای 3 در x به علاوه 3 رفع پام x به علاوه 3 با x به علاوه 3 رفع خوش گذاشت. منفی 1 با این میشه 1 به روی منفی 6. این شد چی؟ حد راست. حال نوبت اینه، منفی 3 یه ذره کمتر مثبتش میکنه. حالا که مثبتش کرد باید دیوارو برداری بدون اینکه در یه منفی تنبیهش بکنی. میشه x به علاوه 3 در x به علاوه 2 پایینم که دوباره همینه، دوباره رفع پام، دوباره این با این رفت. بالا میشه منفی 1 به روی منفی 6، پس جواب 1 ششمه. پس تابع من در x مساوی منفی 3 حد نداره. این هم یاد داشت کنید.
از حد سوالاتی که از حد بچه سوالاتی که برای حسابانه یک مرسومه داریم حل میکنیم. میدونیتون به فصلتون حد و پیوستگیه، پس ممکنه سوال پیوست بعد 100% سوال پیوستگی هم میدن. پیوستگی هم دو جور سوال میدن، یا میگن پیوستگی این تاور رو در دو بررسی کنید، یا میگن آوبه را بیابی طوری که تابه در مثلا دو پیوسته باشد. از جفتش حل میکنه، میگه پیوستگی تابه اف ایکس مساوی با براکت ایکس دوم منهای ایکس منهای یک ایکس های کمتر از دو ایکس مساوی دو منفی سه ایکس بیشتر از دو قدر مطلق دو منهای ایکس به روی ایکس منهای دو را در دو بررسی کنید. بچه برای بررسی پیوستگی باید یه بار حد راست بگیری، یه بار حد چپ، یه بار مقدار تابه. حد راست میخوام بگیرم، یعنی دو یه ذره بیشتر. خب میری سر وقت کدوم ایسه تا از دو بیشتر اینه، پس میری سراغ این. چشمت روز بعد نبینه ابهام رخ داد، صفر صفرم رخ داد و در موردش حرف زدیم. اگه دو منهای ایکس رو تعیین علامت بکنی منفی مثبت، از دو یه ذره بیشتر منفیش میکنه، پس باید در یه منفی ضربش کنی، این با این میره و جواب یک. حد راست تابع ما یک، این حد راست. حالا حد چپ، حد چپ میخوای باید بری سر وقت بالایی، دو دو نیست که تقسیم بر دو بشه یک بشه، از یک کمتر میشه چون این دو نیست، پس حاصل این تو دو، دو تقسیم بر دو یک نمیشه، یک کمتر میشه، مثل نه دهم. خب نه دهم براکتش صفره، ولی به جای خود ایکس اینو میذاریم، شد منفی سه. و بعد سومی کار مقدار تابه، مقدار تابه هم منفی سه. اگه دقت بکنی این سه تا با هم برابر نیستن. در این حالت اعلام میکنی تابع در x مساوی 2 پیوسته نیست، چون این سه تا برابر نیستن. اما مقدار تابع که رئیس مسئله است با یکی از حدا برابره. در این حالت اعلام میکنی تابع در x مساوی 2 پیوستگی چپ داره، چون با حد چپ برابر شده. پیوستگی چپ داره، یا اصطلاحاً از راست پیوستگی نداره، فقط از چپ در دو پیوستگی داره. تابع در دو از چپ پیوسته است. یا اینو می نویسی یا اینو می نویسی. این از بررسی، این از بررسی. حالا یه موقع استش که نمیگن بررسی کنید. ببینیم بعدی رو. میگن آ و ب را بیابید، پارامتر میندازن. مثل این مقادیر آ و ب را طوری بیابید که تابع اف ایکس مساوی با آ براکت ایکس منهای دو به ایکس منهای یک ایکس های بیشتر از ایکس های کمتر از منفی دو ایکس مساوی منفی دو ایکس بیشتر از منفی دو، مثلا چه میدونم AX منهای به منهای دو در X مساوی منفی دو پیوسته باشه. خب
خب تو باید حد راست حساب کنی، حد چپ حساب کنی، مقدار تابع حساب کنی، هر سه رو مساوی هم قرار بدی. من رفتم اول حد راست منفی رو یه ذره بیشتر میرم سر وقت این، نه براکتی داره، نه قدر مطلقی داره، نه صفر صفر رو میداره، بی هیجان بی هیجان. منفی دو منهای ب منهای دو، اینو نگرش دار، این حد راستتون. حالا حد چپ منفی دو یه ذره کمتر، انتخاب من اون بالایی است، آ براکت ایکس دو به ایکس منهای یک، این منفی دو منفی دو منفی دو نیست، اما منفی دو یه ذره کمتره، پس براکتش میشه منفی سه، شد منفی سه تا آ. ولی منفی دو رو اینجا میجاری میشه مثبت چهار تا به. این چیه؟ اینم حد چپ ماست. میمونه مقدار تابع، مقدار تابع من توی منفی دو چند تعریف شده؟ منفی سه. حالا اینا باید با هم برابر باشن، یعنی اینو مساوی منفی سه قرار میدی، اینم مساوی منفی سه قرار میدی، میشه دستگاه دو معادله دو مجهول. منفی دو منهای ب شده منفی یک، منفی سه آی به علاوه چهار تابع هم شده منفی دو. دستگاه حل میکنیم، دلم میخواد بالا رو در یه چهار ضرب کنم تا منفی چهار ب با چهار ب بره، منفی 8 تا میشه منفی 11 تا آ، منفی 4 میشه منفی 6، آ در اومد 6 11 هم میذارم تو یک اینا میشه منفی 12 11 هم، منهای ب شده منفی 1، پس ب میشه منفی 12 11 هم به علاوه 11 11 هم میشه منفی 1 11 هم. بچه دقت کردین؟ حد راست، حد چپ، مقدار تابع، هر سه رو مساوی هم قرار دادم. سوال 100% امتحان خرداد ماه بچهای حسابان از پیوستگی، یا میگه پیوستگی بررسی کنید یا میگه آووبه بیابید طوری که پیوسته باشه. خب سوالات ریز 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 رو دیگه با معلمت به هر حال ممکنه بخواد مطرح کنید، چیزی کلیه که تو تمام مدارس مده و ما راجبش داریم امروز حرف میزنیم، قرار نیست وارد ریز کاری بشیم در عرض یه زنگ، چون ما میخواییم از همه مباحث مسئله حل بکنیم. خب اینو کنار میذاریم. خدمتتون عرض کنم بریم به سراغ سوالات دیگه ای از مثلا مبحث تابع بگم، الان مثلثات بگم، لگاریتم بگم. خب الان مثلثات چند تا حل میکنیم. سوال 100% که تو همه مدارس مطرحه، سعی میکنم اینجا باید کار کنم، میگم اگر سینوس x مساوی با مثلا منفی 4 پنجم و انتهای کمان x در ربع مثلا سوم باشد، حاصل کوتانژانت x منهای 3 پی دوم را بیابید. خب امروز قرار نیست درس بدیم، قراره سوالات مهم امتحانی رو ببینیم. بچه ها هر وقت کمان ما توپل باشه، جمع تفریق دو چیز باشه، که یکی از اونا خط الرأس باشه، خط الرأس به کسایی میگن که آوارند و در هیچ ربع دایره مثلثاتی نیستند، مثل پی دوم آواره است، مرز بین ربع اول دومه، مثل پی مرز ربع دوم، مثل سه پی دوم، مثل دو پی، مثل پنج پی دوم، مثل سه پی، مثل هفت پی دوم، مثل چهار پی، همینجور نه پی دوم الی آخر. خط الرأس یا کمان مرزی بهش میگن، همتون هم میشناسید. پی دوم اصلی ها شیان، پی دوم، پی، سه پی دوم، دو پی. در این حالت اولا یه منفی فاکتور میگیری و منفی و کوتانژانت میدونیم که توف میکنه پشت، خط الرأس باید اول نوشته بشه، از یه منفی فاکتور گرفتم میدونیم که کوتانژانت منفی و توف میکنه پشت، سینوس هم همینطور، تانژانت هم همینطور، فقط کوسینوس منفی خوره و وقتی منفی و فاکتور میگیری پشت نمیفرسه، میخوره.
حالا سپید و منهای یه چیزی خط و رسم دیگه. این دایره مثلثاتی سپید و اینجاست، سپید و منهای یه چیزی میفته رو به سوم. من به بچه‌هام سر کلاس با سه مرحله جواب دادن اینا رو یاد دادم. سپید و منهای یه چیزی، سپید و منهای یه چیزی رو به چندمه؟ رو به سومه. قدم اول تشخیص رو. قدم دوم علامت چیه؟ علامت کوتانجان تو رو به سوم علامتش مثبته. میخوام بنویسم مثبت، یه منفی پشتش میشه منفی. اینم قدم دوم. قدم سوم این کنار این میشینه، اما اگر پی دوم یا سپی دوم ببینید تغییر نام میده و کوتانجانت تبدیل به تانجانت میشه، سینوس بود تبدیل به کوسینوس میشه. تموم شد. حاصل اینو میخواد تانجانت ایکس رو ببینیم داده به ما، بذاریم جاش، خیت شدیم. چی داده به ما؟ سینوس. چی میخوایم ما؟ تانجانت. خب برو گیرش بیار. بریم سال دهم. ما یه بچه فرمول داشتیم میگفت کوسینوس دو یک منهای سینوس دوه. پرش کن. این به توان دو میشه 16.25 شد 9.25. اما این کوسینوس دوه، وقتی جذب میگیری میشه مثبت منفی 3/5. بچه ها اینجاست که نگاه میکنیم ایکس رو به چندمه. چون گفته ایکس رو به سومه، در رو به سوم کوسینوس منفیه. حالا چرا کوسینوس گیر آوردی؟ چون تانجانت تقسیم سینوس به کوسینوسه. سینوس رو که داریم، کوسینوس هم که داریم، پس جواب 4/3. اینو بردار بذار اینجا، یه منفی داره، پس جواب میشود منفی 4/3. این یه نمونه سوال. این یه نمونه سوال. یه نمونه دیگه. میگه اگه مثلا سینوس آلفا باشه منفی 8/17 و انتهای کمان آلفا در ربع 4 باشه، مطلوب است الف. سینوس 5/6 به علاوه ی آلفا به سینوس 2 آلفا. خب بچه ها گفتیم هر وقت کمان توپل باشه، توپله، جمع و تفریق دو چیز باشه، جمع و تفریق دو چیزه که یکی از آنها خط و رسم حالا نباشه، 5/6 150 درجه است، خونه زندگی داره، اینجاست باید از فرمولای کمان مرکب بری. فرمولای کمان مرکب یا بست همه باید حفظ باشن. آلفا به علاوه بتا تو کتابتونه، میشه سینوس اولی کوسینوس دومی، بله کوسینوس دومی در سینوس اولی، بگو سینوس اولی کوسینوس دومی، بله کوسینوس اولی در سینوس دومی. پرش کن. سینوس 150 درجه رو حساب میکنی، بلدی 150 درجه عین 30 درجه است، میشه 1/2. کوسینوس آلفا رو ندارم، کوسینوس این هم حساب میکنیم، این هم مثل 30 درجه است، منفی رادیکال 3 درجه. سینوسش رو دارم، چی ندارم؟ کوسینوس ندارم. خب برای یافتن کوسینوس باید از بچه فرمول بریم. کوسینوس دو میشه 1 منهای این به توان 2، یعنی 64/289، یعنی 225/289. چه جالب. جذر میگیریم مثبت و منفی 15/17. اینجاست که به ربع نگاه میکنیم. گفته ربع 4، چون آلفا ربع 4، کوسینوس ربع 4 مثبته. 15/17 ورد رو بذاریم اینجا. مسئله من حل شد. این که میشه 34، این هم میشه 34، بالا میشه 15 به علاوه 8 رادیکال 3. این جواب قسمت الف مسئله بود. کمانهای مرکب هم ما خط و رسم بازی دیدیم،
هم کمان مرکب دیدیم. پنج پیششون خط الرسم نیست. 150 درجه خونه زندگی داره. روب داره. اما قسمت ب سینوس دو آلفا فرمول داره کتابت. دو سینوس نصف کوسینوس نصف. سینوس آلفا رو دارم. منفی 17. کوسینوسش هم نداشتم، حالا دارم پیدا کردم. جواب 17 و 17 که ضربش میشه 289. بالام که 240. جواب مسئله قسمت ب منفی 240 289 هم. از مثلثات داریم سوال حل میکنیم. بریم بعدی. سوال بعدی میاد میگه نمودار تابع ایگرگ مساوی با منفی دو تا کوسینوس ایکس منهای یک رو رسم کنید. خب به معلمت بستگی داره. بعضی از معلم‌ها همه رو با هم دیگه توی یه شکل میکشن. من میدونم که تو میدونی کوسینوس قیافش اینه، اینجا دست در رو کاغذ بلند میشه میچرخه و بعد میاد به این صورت. اینجا دو پیه، اینجا پیه، اینجا یکه، اینجا منفی یکه، اینجا پی دومه و اینجا منفیه پی دوم. حالا پشت بچه ها منفی دو درش ضرب شده. میدونید منفی دو از پشت ضرب میشه چه اتفاقی میفته؟ عرض نقاط منفی دو برابر میشه. عرض نقاط منفی دو برابر میشه. یعنی اینکه صفر و یک بوده میشه صفر و منفی دو. اینکه پی دوم و صفر بوده همون پی دوم و صفر میمونه. اما این پی و منفی یک میشه پی و مثبت دو. منفی اینجا سه پی دومه. اینجا سه پی دومه. اینجا سه پی دومه. دو پی یک میشه دو پی این دستگاه مختصات منه ادامهش دادن اون رو دارم نشون میدم. سه پی دومه همونجا میمونه و دو پی یکه میشه دو پی منفی دو. همون شکل که میبینی ببین اینجا باید عوض بشه. گودیمون همین. این چیه الان ما کشیدیم؟ این اگه خود کوسینوسه این منفی دوتا کوسینوسه. یعنی عرض نقاط دو منفی دو برابر شد. کار به انتها میرسه اگر اون منهای یک رو اعمال کنی. اون منهای یک اعمال کردنش یعنی که کل این شکل رو باید ازش خواهش کنی هیکل قناسش رو یه واحد بکشی بیاد پایین. جرا ندارم یه واحد شکل میاد پایین. یعنی اینی که بود صفر منفی دو میشه صفر منفی سه. این میاد اینجا، این میاد اینجا، این میاد اینجا و اینم میاد اینجا. یعنی قیافه به این صورت میشه. اینجا پیه، اینجا دو پیه، اینجا سه پی دومه، اینجا هم پی دومه. این چیه ما کشیدیم؟ این منفی دوتا کوسینوس ایکس منهای یک. یعنی عرض نقاط یه واحد کم شد. رسم تابع مثلثاتی. اینم از این.
بریم به سراغ یه حرف دیگه. میدونی که توی امتحان پایانی حتما معادله لوگاریتمی میدن بهتون، میگه معادله حل کنید. لوگاریتم مثلا 2x منهای 1 در مبنای 5 مثلا، حالا بخواد جمع باشه کم باشه، 3x منهای 5 هم جمع گذاشتن فعلا، اینجا هم 5. الان یک معادله لوگاریتمی رو بگیرم. 100% سوال امتحان، 100% سوال امتحان. خیلی بچه ها، برای حل معادله لوگاریتمی باید سعی کنیم در هر سمت یه لوگ باشه. الان من دوتا لوگ دارم، برای اینکه یه لوگ باشه یاد این میفتم که وقتی بین دوتا لوگاریتم جمع بوده از اول ضرب بوده، یعنی این داشته در این ضرب میشده، این شکلی شده لوگ اولی به علاوه لوگ دومی. خب هر وقت یه بر لوگ شد یه دونه لوگ شد، اون بر عدد بود عکس عقربه ساعت به چرخ، یعنی این به توان این میشه این، 5 به توان 1 5 مساوی این 2x منهای 1 در 3x منهای 5. تو داری 5 حمله کنه تلپ تلپ میشه 6 تا x 2 منهای 10 تا x منهای 3 تا x بله به 5 خوشگلش کن، شد یک معادله درجه 2 که 5 هم با هم میرن، گرای دلتا نمیریم. اگه از یک x فاکتور بگیری یکی از x ها 0 یکی 13 6 هم. فقط یاد باشه به شرطی قابل قبولند این ریشه ها که سبب آزار آرگومان یا مبنا نشن. آزار یعنی منفی نکنه یا صفر نکنه، صفر رو بذار اینجا منفی کرد، پس این غیر قابل قبوله، غیر قابل قبول. ولی 13 شیشون ببینیم 13 شیشون ضرب داره 3 میشه 13 دوم، 13 شیش و نیم، بله این قابل قبول. چرخیدم 5 به توان 1 5 و بعد اومدم اینو در این تلپ تلپ ضرب کردم، 6 تا x تو منهای 10 x منهای 3 x بله به 5 با هم رفتن، از x فاکتور گرفتم، دو تا جواب داد، یکیش قابل قبول یکیش غیر قابل قبول. یه دونه دیگه معادله لوگاریتمی حل کنیم. سوال 100% امتحان، میگه لوگاریتم x منهای 3 مثلا لوگاریتم x به علاوه 3 چه میدونم منهای لوگ x مثلا 3 تا لوگ 2. مبنا وقتی نوشته نشه یعنی اون مبنا دهه، خب میخوایم اینو حل کنیم، همه رو منها نذارم، اینو به علاوه بشه، منها باشه به علاوه باشه. خب بچه ها قرار بود هر طرف یه لوگ باشه، ببین اون بر یه لوگ هست، چطور اینم بره اون بر، اینم بره اون بر، یعنی عدل برقرار بشه، این باشه اینم باشه، این بره اون بر میشه یه دونه لوگ ایکس، این منفی این سهمی رو سر اون دیگه میشه لوگ 8. حالا این برو یه لوگ کن، این برم یه لوگ کن، این میشه لوگ ایکس منهای 3 در ایکس علاوه 3، اون بر لوگ ایکس ضرب داره 8 8 ایکس. حالا بچه های زبل هر وقت مبناها یکی باشه، الان 10 اینم 10 به احترام این تساوی، پس آرگومان این با آرگومان این برابر میشه، یعنی این اینه، چه جالب، پس این اینه، یعنی x2 منهای 9 8x، یعنی x2 منهای 8x منهای 9 شده 0، راه دلتا نمیرم، این با این این شده، پس یکی از جواب منفی یکه، یکیش منفی 3 اون، دو تا جواب داد، بعد امتحان خوشنو پس بدن، منفی 1 منهای 3 منفی 4 گن زد به آرگومان، غیر قابل قبول. 9 منهای 3 مشکل نداره، 9 برای 3 مشکل نداره، 9 اینجا بیشتر مشکل نداره، این معادله فقط یک جواب داشت.
ساعت چنده؟ خب بریم سراغ بازم معادله، ولی معادله توانی. مثلا این با میاد میگه معادله حل کنید، معادله حل کنید، میگه 9 به روی رادیکال 3 به توان منفی x منهای 1 منهای 81 شده 0. این معادله رو حل کنید. معروف معادله توانی، معادله ای که مجهولش تو توان باشه. تو باید کاری بکنی در دو سمت تساوی پایه های یکسان ایجاد شه. الان 9 بوی 3 میده دیگه، میشه 3 به توان 2. این 3 به توان 1 دومه، میره بالا، چه منفی 1 دوم، کلش داره به توان این میرسه، 81 میره اونور. پایه ها برابره، توان ها با هم جمع میشه، 4 دوم منها 1 دوم میشه 3 دوم. این هم هست، این 81 هم هست، 3 به توان 4. توان در توان ضرب میشه، میشه 3 به توان منفی 3 دوم x منهای 3 دوم. این ور 3 به توان 4، لحظه خوشحالی است. چون پایه ها برابر است، آنگاه توان ها را مساوی هم قرار میدهیم. پس منفی 3 دوم x مجهول من، 8 دوم و 3 دوم 11 دوم، 2 با 2 میره، جواب منفی 11 سوم، جواب معادله ما منفی 11 سوم. اینم از این. خب بریم بعدی. میاد میگه نمودار این تاور رو رسم کنید، ایگرگ مساویه با 2 به توان x منهای 3. بچه های زبل میدونن تابع نمایی، بچه های زبل میدونن تابع نمایی دو قیافه داره. به چه تابعی میگن تابع نمایی؟ آ به توان x به شرطی که آ مثبت و غیر 1 باشه، میگن تابع نمایی. قیافش به آ بستگی داره. اگه آ مثبت باشه یه تیپه، آ منفی باشه یه تیپه. اگه آ مثبت باشه به این صورت حالت اکیدن صعودی داره، به این صورت حالت اکیدن نزولی داره. لازمه دقت بکنی نباید به این بخوره، بهش نزدیک میشه ولی هیچ وقت بهش نمیرسه. یادت باشه به این خط میگن مجانب افقی، و مجانب افقی در اینجا ایگرگ مساوی صفره. ولی هر وقت تابع نمایی بهت دادن عددی پایین، نه کنار ایکس، عدد کنار x دی محل نظر، کنار x نه، پایین عدد دید در حال جمع و تفریق، اون مجانب افقیته، یعنی 3 واحد میاد پایین. این خط مجانب افقی منه و منحنی من حالت اکیدن صعودی داره، یعنی تیپش تیپ الفه. تیپ الف رو رسم کنی. فقط یاد باشه محل برخوردش با محور عرض ها همیشه یکه. خب 3 واحد بیاد پایین، اون یکه میشه منفی 2. اینو رعایت بکن، نمرتو بگیر. اگه اومدن بهت گفتن اینو رسم کن، 2/3 x به علاوه 1، میگی این تیپ تیپ بست. بله این تیپ تیپ بست. یه واحد برو بالا، این خط y مساوی 1 مجانب ماست. حالا سعی کن خیلی خوشگل تیپ b بکشی. یه باید رفتم بالا دیگه، تیپ B بکشی، نخوره بهش. تو 1 میخورد، حالا تو 2 میخوره. تمام اینا رو انشالله ما برای سال 12 تو کلاس درس نکته تستمون تمام اینها رو دوباره مجدد از اول میگیم. سال آینده انشالله به امید خدا ما کلاس 10، 11، 12 با هم داریم تحت نام طرح جامع درس نکته تست. فقط 12 نمیگیم که، تمام 10 و تمام 11 بررسی میکنیم با جزوه مشخص و مفصل، و بچه‌هایی که خدمتشون بودیم کامل میدونن که بسیار کار ما دقیقه و بسیار مفصل. انشاءالله از تیر ماه کلاس های
درس نکته تست 12 هم شروع میشه، اسمش از درس نکته تست، دنباله حسابی تدریس میشه دوباره، چه میدونم مباحث دهم آنالیز احتمال اصل شماره همه تدریس میشه، تست ازش زده میشه، نکات تستی گفته میشه. به 12 یا که میرسیم علاوه بر اینکه درسش گفته میشه، تشریحی هم مسئله ازش مفصل حل میشه، به خاطر امتحان نهایی 12 امتحان نهایی داریم. بله بعدم تست، بعدم نکته، واسه همین یه کار بسیار مفصله که این چرا تیر شروع میشه تا خرداد سال بعدش ادامه داره. خب تابع نمایی هم یاد گرفتم رسمشو، مجانب افقی همیشه اینجا داره پوز میده، میگه من مجانبم. از لوگاریتم هم حل کردم، برم سراغ تابع، برم سراغ تابع. رشته ریاضی سوالات تابعش با تجربی فرق داره، اگه لوگش فرق نداره، لوگاریتمش فرق نداره، تابعش که فرق داره. مثلا میگه وارون تابع اف ایکس مساوی با 4x منهای 2 3x به علاوه 1 تا بیابید. عزیزای ده، تابعی که 1 به 1 وارون پذیره و همه میدونیم یک تابع هموگرافیک، حالا هموگرافیک مفصل 12 هم بهتون میگیم یعنی چی، 1 به 1 و وارون پذیر، از من وارونشو خواسته. برای یافتن وارون کافیه بدونی ایگرگ تنهاست، تو باید کاری کنی ایکس تنها بشه. همین ایگرگ تنهاست، تو باید کاری کنی ایکس تنها بشه. یک طرف این وسط این را میندازم به قصد تنهایی ایکس، هرچی ایکس داره رو میارم یه طرف، بقیه آتشخالا یه طرف. اونایی که ایکس دارن از ایکسشون فاکتور میگیرم، ایکس به عنوان یک موجود مجهولی میشه طرف معلومی تقسیم بر ضریب مجهولی. تنها شد ایکس، تنها شد، تنهای تنها. در آخرین لحظه به هر چی ایکس میگی ایگرگ، به هر چی ایگرگ میگی ایکس. این تابع رو تحویل میدی به عنوان تابع اینورت یا تابع وارون. نمودار این دوتا قرینه هم نسبت به نیمساز رو به اول و سومه. دامنه این برده اینه، برده این دامنه اینه. همه این نکته رو انشالله میدونید. وارون تابعی که از سوالات قشنگ امتحانه. دومیش رو از تابع میخوام حل بکنم. سوالات مهم تابع رو داریم حل میکنیم. دومی سوال میاد میگه اگه اف ایکس باشه مثلا رادیکال ایکس منهای 3 و جی ایکس باشه خط کسری ایکس منهای 5 ایکس منهای 1 مطلوب است دامنه تابع اف و جه. یاد باشه برای یافتن دامنه تابع اف و جه حتما 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 باید از رابطهش بری، نه اینکه بری خود اف و جه رو تشکیل بدی. رابطهش اینه ایکس به طوری که ایکس عضو دامنه جه باشه و جه ایکس عضو دامنه اف. واسه همین میری سراغ هر کدومشون سلام میکنی و دامنه هر کدومو گیر میاری. دامنه تابع رادیکالی بلدم، اهالی زیر رادیکال بزرگتر مساوی 0، دامنه تابع کسری بلدم، مخرج مساوی 0، ریشش که به دست اومد میگه خاک تو سر ریشش. اینم شد دامنه تابع جه. حالا میگه سراغ این و میکنیش ایکس متعلق به دامنه جه، یعنی میگه تو رو خدا ایکس 5 نباشه، به ور رسیدی یه دیوار میکشی. جه ایکس یعنی این متعلق باشه به دامنه F، یعنی بیشتر از سه. اینو باید حلش کنیم. برای حل این بیارش این ور نامعادله گویاست، بالا میشه منفی 3x پایین میشه منفی 2x به علاوه 15 به علاوه 14. میدونیم که حل نمیشه مگر با تعیین علامت، حل نمیشه مگر با تعیین علامت منفی 2x به علاوه 14. نامعادله کسری که در مخرج ایکس داره حل نمیشه مگر با تعیین علامت. ریشه 5 ریشه 7
بریم گوله بازی. گوله گوله این میشه منفی مثبت، منفی پنجم که کار بد کرده و نامعین کرده. فارسی بخون من اون من اون من اون ایکسایو میخوام که عبارتمو مثبت کنه، یعنی اینا رو میخوام از 5 تا 7، ولی خاک تو سر 5، ولی 7 رو دوست دارم. پس جواب شد این ور دیوار، این ور دیوار به احترام و اشتراک گرفته میشه. هر چی شد میشه دامنه اف و جه. اشتراک این ور دیوار و اون ور دیوار میشه 5 تا 7. سوال 100% همه امتحانا، مگه این کج و موج باشه یه معلم دامنه تابه مرکب سوال نده؟ به عنوان یکی از کاندیداهای اصلی تستای کنکور میشناسیمش، چه برسه امتحان پایان ترم. این از این از تابه دارم مسائل مهم رو حل میکنم. یکی دیگه میگه اگه fx باشه 2x به علاوه 3 و j تابع j باشه، نه یکم سختش کنم، fx باشه رادیکال x منهای 4 و j باشه منفی 2 و 1، 5 و مثلا 5 و 3 مثلا 13 و 5 4 1 و 2 مطلوب است. ببینیم چی میخواد. اف به علاوه ج میخواد دیگه، 2 ج اف هم میخواد. خب بچه ها اف به علاوه جه، اف منهای جه، ضربشون، تقسیمشون امکان پذیر نیست مگر اینکه دامنه مشترک داشته باشن. الان دامنه جه همه دارید میبینید، منفی 2 5 13 1 دامنه تابع اف ایکسای بیشتر از 4 اشتراک نداشته باشن، بگو خداحافظ، جمع نمیشن، تفریق نمیشن. اشتراک دامنه دارن؟ بله دارن. این گه 4 بیشتر، پس فقط 5 رو میپذیرم و 13. 5 و 13 پس زنده باد 5 و 13. پس فقط راجع به 5 و 13 حرف بزن، این 5 اینم 13. حالا حرف جمع ارزاشو با هم جمع کن. 5 اینجا بشینه چند در میاد؟ 5 اینجا بشینه 1 در میاد. 5 اینجا بشینه چند در میاد؟ 3. این 3 با این 1 میشه 4. زبلا. 13 اون تو بشینه چند در میاد؟ 9 میشه 3. 3 در میاد. دقت کن. 13 اینجا بشینه 9 میشه 3. این چند؟ 4. جمعه 3 و 4 جمعشون هست. اینو تقدیم میکنی به معلم. اما یه انتر میگه دوجه. اول ببینم دوجه کیه؟ همه به دوجه نگاه کنن. ارزشو دو برابر کنید. 5 6 13 8 1 4. خب بریم بازی. حالا دوجه به روی اف یعنی چی؟ جاسمی دوباره دامنه مشترک. دامنه مشترک 5 دیدم من. یه 13 دیدم من. حالا حرف تقسیمه بابا. دو جه 5 اینجا میشه 6 میشه. هی تکرار کن 6. اما 5 اینجا میشه 1 میشه. تقسیم کن. 6 به 1 میشه 6. اینجا این چنده؟ 8.
به ازای 13 8 هی تکرار کن 8 8 8 حالا اینجا بشینه چند در می اومد 3 6 3 تمام این سوالا توی کلاس مفصل بحث شده تو جزوه‌مون هست جلد اول جلد دوم امیدوارم خط به خط جزوه‌مون خونده باشید بریم یه سوال دیگه از تابه حل کنیم بریم یک سوال دیگه از تابه حل کنیم میگه آیا دو تابه زیر مساوی هستند بررسی کنید یه تابه داده fx یه رادیکال اینجا یه رادیکال اینجا یه تابه هم داده j یه رادیکال رو کله جفتشون آدم فهم میکنه بعد این یه کار مجازه و درسته این دوتا یکی هستند بی خود قضاوت نکن دو تابه به شرطی مساوی هستند که اولا دامنه های یکسان داشته باشن ثانیا در اثر قلقلک مجاز یکی به دیگری برسیم اولا شدت نداره که معمولا تو امتحان همون اولیه سوتی میده دامنه یکسان من برای تعیین دامنه این اقدام میکنم دو تا نگرانی دارم نگرانی اولم صورتشه نگرانی دومم مخرجشه رادیکال دیگه بزرگتر مساوی هست ولی چون تو مخرج فقط بزرگتر هست هر وقت چند تا نگرانی با هم داشته باشیم بینشون اشتراک بگیریم دامنه اف به دست میاد از سه بیشتر اما تابع جه کل احالی زیر رادیکال بزرگتر مساوی صفر حل نمیشه مگر با تعیین علامت من ریشه دارم منفی 5 ریشه دارم 3 گله گله میشه مثبت منفی مثبت منفی 5 هم که کار بد کرده نامعین کرده حالا فارسی میخونم من اون ایکسایی رو میخوام که عبارتم رو مثبت یا صفر کنه میشه از منفی بی نهایت تا منفی 5 از 3 به بالا خدای من دامنه این کجا شکل این یه تیکس اگه رسم شه این تابه دو تیکس اگه رسم شه پس میگیم دامنه ها یکی نیست گول ظاهر رو نخوری فکر کنین اینه دو تابه مساوی نیست اینم از این خب اینجا میگن مثلثات مثال کمانهای ربع‌های مختلف را زحمت حل کنید باشه الان یه نمونه مثلثات سوال پرسیدن میگن توی مایه مثلا این حاصل عبارت زیرا بیابیده میاد میگه خدمتتون عرض کنم 4 تا دونه سینوس 225 درجه به توان 2 منهای کوسینوس خدمت عرض کنم 11 پی 6 به توان 2 اونم مثلا 2 تا دونه به علاوه تانجانت مثلا چه مثالی بگم خدا رو خوش بیاد 19 پی سوم اونم توان مثلا بازم 2 اونم 3 تا دونه حاصل اینو میخواد حاصل عبارت زیر چیست بله جلو سوالات رد 2 محسوب میشه مهمه بعد جدا جدا کار میکنم من اول سینوس 235 رو میخوام خب بچه های زبل 235 ربع چندومه؟ ربع سومه دایره که چیزی تو ذهنت؟ ربع سومه پس میشه پی برابر 45 خب پی برابر 45 ربع سومه علامت سینوس
منفی واژه عوض نمیشه. کی واژه عوض میشه؟ پی دوم یا سه پی دوم ببینی. این شد منفی رادیکال دوم، نگرش دار. دومی رو صدا کن. ضریب و توانش رو برش کن. خودش. 11 پی 6 یعنی 11 تا 30 درجه. یعنی 330 درجه. رو به چندم رو به چهارم. میتونی بگی 2 پی منهای 30. مثبت واژه عوض نمیشه. رادیکال 3 دوم. سومی رو صدا کن. سومی رو صدا کن. تانجانت 19 تا دونه 60 درجه. 19 تا 60 درجه. 9 6 تا 54 تا 5 تا اینم 11. 1140 درجه. هیچ میدونی 1140 وقتی تقسیم بر 360 بشه؟ میخوام ببینم تعداد دورایی که زده چقدره. 3 3 6 تا 18 تا 1 10. یعنی 0 6 یعنی 3 دور زده؟ بله 3 دور زده. 3 6 تا 18 تا 1 60 تا روش. پس همون تانجانت 60 میشه. و تانجانت 60 هم رادیکال 3. چه کردم؟ گفتم 19 تا 60 درجه پی سوم یعنی 60. 19 تا 60 درجه 55 شد 11. 1140 درجه رو راه رفته. تقسیم بر 360 کردم. 3 6 تا 18 تا 1 3 دورش بیهوده است. کسی که 1140 درجه را بره دیوانه است، مجنونه. 3 دور بیهوده زده، بعد 3 دور بیهوده 60 تا مفید رفته. تمام. حالا حاصل عبارت مشکی رنگ به دست اومد. این که شد این. پس میشه 4 تا منفی رادیکال دو دوم به توان دو. توان حالا گذاشتم. اینم که حاصلش شد این. رادیکال 3 دوم توان دو رو حالا گذاشتم. اینم 3 تا رادیکال 3 اینم توان دو. جواب. این که میشه 2 چهارم. پس جواب این شد 2. این که میشه رادیکال میشه 3 چهارم میشه 3 دوم. اونم که میشه 3 تا 9 تا 9 دو 11 11 22 میده 19 دو. جواب 19 دوم. بیا اینم سفارشی که داده بودیم از مثلثات. خب بریم توی فصل 1. بچه های حسابان عزیز، فصل 1 مثلا این نقاط آ منفی 3 0 و ب منفی 1 منفی 4 و مثبت 3 مثبت 2 سرعس مثلث آبسه هستند. مساحت مثلث را بیابید. خب یکی از سوالات بسیار متداول توی فصل 1. الکی یه مثلث میکشم که سعی میکنم اصلا خوشگل نباشه، مثلا متساوی الاضلاع نکشم. یه دفعه الکی حالا میگه ارتفاع رو داشته باشی میتونی مساحت رو گیر بیاری. راست میگه، یعنی قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر دو. این فرمول مساحته. البته مساحت فرمول تستی هم داره که به هیچ وجه قابل استفاده تو امتحان تشریح مدارس نیست، فرمول قاچاقی داره. مساحت مثلث میشه 1 دوم قاعده ضرب در ارتفاع. حالا بچه زبل باید بره هم به سر رو گیر بیاره هم ارتفاع رو. به سر رو بخواد گیر بیاره، فرمول فاصله بین دو تا نقطه طول پاره خط، ما سر کلاس رو گفتیم فاصله تهران لندن، طول یکی منهای طول دیگری به توان دو، عرض یکی منهای عرض دیگری به توان دو. منفی 4 به توان دو میشه 16، منفی 6 به توان دو میشه 36، میشود رادیکال 52 یعنی 2 تا رادیکال 13. اینو نگرش دار. این کیه؟ این برسه.
به سه در اومد. یا یک دومه دو رادیکال 13. چی مونده؟ آه مونده؟ آه مونده؟ خب واسه یافتن ارتفاع فرمول فاصله نقطه تا خط، پس اول باید بری به سه، یعنی خط ما بهش گفتیم روستا تا جاده، شیب به سه رو گیر بیاری. تفاضل عرضها تفاضل طولها بالا میشه منفی 6 منفی 4 سه دوم. معادله به سه رو بنویسیم، ایگرگ منهای ایگرگ به ام در ام در ایکس منهای ایکس به، همه رو ضرب در دو کن، مرتبش کن، 3x اول نوشته بشه 2y بعدش. حالا حق داری به این بگی آ، یادته فرمولا رو به اینم سه، فرمول آیچ رو بفرمایی قدر مطلقه این سه، ضرب داری منفی سه، این منفی دو ضرب داره صفر، اینم منفی پنج، رادیکال آ دو به دو یعنی 9 به علاوه 4 منفی 14 میشه 14 به روی رادیکال 13. حالا بفرمایید شما 14 به روی رادیکال 13 اینجا میشینه، رادیکال 13 با رادیکال 13 میره، 2 هم با 2 میره، مساحت مثلث ما 14. فصل 1 هندسه تحلیلی. ما تو فصل 1 هست. یکی دیگه فصل 1 در یک دنباله حسابی جملات هفتم و دوازدهم به ترتیب 32 و 12 است. مجموع 15 جمله اول دنباله چیست؟ دنباله حسابی مجموع این جمله، جمله هفتم یعنی آ هفت، دوازده هم یعنی آ دوازده. به جای آ هفت همه میدونید نه پارسال آ یک بلا به شیشتا دی مینوشتیم، یکی کمتر دی. به جای آ دوازده بگو آ یک بلا به یکی کمتر یازده دی مینوشتیم، شد دستگاه دو معادله دو مجهول. در یه منفی ضرب کنم آیک ها میرن، پنج تا دی شده منفی 20، پس دی میشه منفی 4. دی که بشه منفی 4 بذار جاش، آیک میشود 56. دنباله لو رفت، یعنی 56 4 تا کم کن 52، همینجوری 4 تا کم کن. این دنباله ای منه. چی پرسیده؟ چی خواسته؟ مجموع 15 تا جمله اول. خب اس ان و همه فرمولشو بلدید، ان دوم دو آ یک به علاوه ان منهای یک در دی، ازت خواسته اس 15 میشه 15 دوم، دو آ یک دو تا از اینا 112، ان منهای یک میشه 14 تا دی، دی هم هست منفی 4، 15 دوم بماند، 112 بماند، منهای 56 اینا میشه 56، 528، 15 تا دونه 28 تا، 15 تا دونه 28 تا، 5 تا 40 تا، 4 تا 120 تا، اینم 30 تا، 420. دنباله حسابی عکس بگیرید از هر،
یکی دیگه. یکی دیگه. این بار میگه در یک دنباله هندسی. بله صدا هست بچه ها، مشکلی نیست. خیلی جمله پانزدهم هشت برابر جمله دوازدهم است. مجموع هشت جمله اول چند برابر جمله اول است؟ به روایت تستای کنکور چیزایی که یادمون مونده در قالب تمرین و مسئله میدونی بچه. این تست کنکور بخونیم چی میگه. جمله 15 هم یعنی آ 15، 8 برابر جمله 12 هم یعنی 8 آ 12، آ 15 آ کیو 14 یکی کمتر، آ 12 آ کیو 11. بزن دو طرف رو ساده کن به آ، دو طرف رو ساده بکن به کیو 11. کیو 3 8 پک کیو 2، کیو که 2 نگرش دار. مجموع این جمله همه میدونن آ 1 کیو به توان n منهای 1، این فرمول ماست. مجموع 8 جمله یعنی اس 8 چند برابر جمله اول است. به جای اس 8 این فرمول رو بنویس، میشه آ 1 کیو 2 در اومد دیگه، به توان 8 منهای 1 تقسیم بر 2 منهای 1 به روی آ 1. زبلا یه مخرج 1 به این بدین، آ 1 به آ 1 میره، 2 به توان 8 هم که خوب میشود 256 منهای 1، 255 جواب ما. خب امیدوارم اینا برای تو مثمر ثمر باشه، لااقل انگار خونه نشستی خودت داری دوره میکنی. از قصه SOP بنویسیم. اگر آلفا و بتا ریشه های معادله چه میدونم 2x2 منهای 6x به علاوه 1 مساوی 0 باشند، حاصل یک به روی آلفا به علاوه یک به علاوه یک به روی بتا به علاوه یک چیست؟ خب همه تون میدونید ممنوعه بری اینو حل کنی، آلفا و بتا رو گیر بیاری اینجا جایی گذاری کنی، ممنوعه که هلاک میشی به خاطر اینکه یه جوری میدن دلتای زشت درات، دلتا هم که زشت درات ریشه ها زشت در میرن. دلتا اینو ببین 36 منهای 8 یعنی میشه 28، دلتای 28 مثل سرطانه، خیلی ریشای زشتی میده. ثانیاً معمولا معلم ها میگن بدون حل معادله حاصل اینو پیدا بکن، تو باید اینو قلقلک بدی تا بوی اسوپه بگیره. همه تو میدونید اس یعنی جمع ریشه ها، فرمول داره منفی به آن زبدا یعنی میشه 3، و پی یعنی ضرب ریشه ها، فرمول داره 3 آن یعنی 1/2. خب یاد باشه بعد بریم اینو قلقلک بدیم. چه پیشنهادی داری؟ من میگم مخرج مشترک بد نیست. این در این بالا میشه بتا به علاوه 1 آلفا به علاوه 1، پایین اتحاد یک جمله مشترکه میشه 1 به علاوه آلفا به علاوه بتا به علاوه آلفا بتا، بالا هم آلفا به علاوه بتا به علاوه 2. حالا بو بکشی بوی اس و پ میاد. اس اینم پی اس و بزا جاش 3 به علاوه 2 1 به علاوه 3، پی رو بزا جاش 3 و 2 5، 4 یعنی 8 دوم یه دوم میشه 9 دوم، جواب 10 نهم. یه مسئله همینجور خودم ساختم، 4 یعنی 8 دوم باید میشه 9 دوم. قصه ای اس و پی.
یکی دیگه میگه گفته معادله زیر را حل کنید، معادله دو مجزوری بهش میگن درجه چهاره، معادله حل کنید. به ما هزینه امتحان دادی؟ به شرطی که درجه 4 داشته باشیم، جذرش این درجه 2 هم داشته باشیم، عدد آزاد هم داشته باشیم، حق داریم اون x2 رو t بگیریم. اون موقع میشه t2. این هم میشه 6 تا t. حالا این برای دلتا یا تجزیه. اگه میتونی تجزیه خب بهتره. اگه نبرو دلتا. مثبت 8 ضربشون بشه منفی 16 منفی 2. یه بار پر یکی از تیای تو منفی 8 یکی از تیای تو 2. خب تو کیو تی گرفته بودی؟ x2 رو. خب x تو منفی 8 غلط کرده، x2 که نمیتونه منفی بشه، ولی x2 شده 2، x میشه مثبت منفی رادیکال 2. معادله میتونه تا 4 تا ریشه بده اما 2 تا ریشه داد چون این منفی در اومد. معادله یه دو مجزوری به اینا میگفتیم. یکی دیگه میگه معادله زیر رو حلش بکنید. x منهای 2 گفته این معادله رو حلش بکنید. برای حل معادله قدر مطلقی چندین راه وجود داره. یه راهش رسمه بچه ها. یه راه دیگهش اگره برون تو اینو تنگ نرمت کن بیده قدر مطلق بشه دوتا اگر بشه. اگر x از دو کمتر باشه تو باید اینو تنبیهش بکنی. تنبیهش بکنی میشه منفی x بله به دو. تنبیهش کرد. منفی 2x مساوی 1 یادت نره. حلش کردم. این میشه منفی 3 تا x شده منفی 1 x شد 1 سوم. این جوابو به شرطی میپذیریم که اگره بپذیرتش. خودت شرط گذاشتی. اگر x از 2 کمتر باشه. بله این قبوله. یه جواب. یه بارم x بیشتر از 2. تساویو یا برای اون بذار یا برای این مهم نیست. مثبت میشه دیوارو بردار. دیوارو برداشتم. اون موقع این با این میشه منفی x این هم میشه 3 x شد منفی 3 به شرط نمیپذیرمش که این بپذیره. این میگه از 2 بیشتره بپذیره. نه پس غیر قابل قبوله. معادله ما فقط یک جواب داد. معادله یه قدر مطلقی از قدر مطلق دو قدر مطلقیش هم برات حل بکنم. دو قدر مطلقی میاد میگه نمودار تابع ایگرگ مساوی ایکس به علاوه 3 به علاوه ایکس منهای 1 رو رسم کنید. خب برای رسم این خب رای تستی داره. ما رای تستی اینجا نمیگیم به خاطر اینکه معلم ها نمیپذیرن. x علاوه 3 تعیین علامت و x منهای 1 تعیین علامت. ریشه این منفی 3 ریشه این 1 گله گله. تو 3 تا اگر داری. حالا اگر اول اگر x منفی 3 کمتره اون موقع جفتش منفیه و تنبیه بشه میشه منفی x منهای 3 منهای x به علاوه 1. یعنی تابع شما
منفی 2x منهای 2 این آماده جدول و رسمه. اگر دوم، اگر x بین منفی 3 تا 1 باشه، تساوی یا اونجا بذار یا اینجا، من معمولا وسط میذارم. اون موقع این دیوارش برداشته میشه، این تنبیه میشه، اون موقع x با x میره، y مساوی 4 آماده رسم. و اگر سوم، اگر x بیشتر از 1 باشه، جفت دیوارا برداشته میشه، پس من دارم 2x به علاوه 2، اینم آماده رسمه. برای رسم این هرچی که عدد دلت بخواد نمیتونی بدی، هرچی این گفته میدی. منفی 3 میدم میشه 4، منفی 4 میدم میشه 6 و الی آخر. اینم که تابع ثابته هیچی. برای این 1 میدم میشه 4، 2 میدم میشه 6 الی آخر. من آماده رسمم. دستگاه مختصات رو پیاده میکنم، نقاط هم رو پیدا میکنم، اینو رسمش میکنم. 1 2 3 منفی 3 4، 1 2 3 4 اینم اینجاست، منفی 4 من مثبت 6 اینم اینجاست. این قصه منه. تاب ثابت من یک مساوی 4ه. بله قبلش اینو بریم، 1 4 اینجاست، 2 6 اینجاست، این هم اینه، این هم یک مساوی 4 تابع ثابت منه. اینجا بود منفی 3، اینجا بود مثبت 1. نمودار گلدانی بهش میگن. این هم از رسم تابع قبل مطلقی. از فصل 1 معادله گویا دارید، معادله اسم دارید، یه دونه اسمشو با هم بریم. میاد میگه رادیکال 3x به علاوه 1 به علاوه رادیکال 2 منهای x، 2 منهای x شده 3. میگه این معادله رو حلش کنیم. هر وقت بچه دو تا رادیکال در حال جمع یا تفریق بود و مساوی یک عددی غیر صفر بود، بهتر رادیکال رو جابجا نکنی. دو طرف به توان 2 برسه، دو طرف به توان 2 برسه، اون موقع این اتحاد میشه، میشه اولی به توان 2 رادیکالش برید، دومی به توان 2 رادیکالش برید، ولی دو برابر اولی در دوم. سمتی میشه نه. 3x منهای x میشه 2 تا x، 2 با 1 میشه 3. 9 صدا میکنیم یاد این ور. این 3x با این شد 2x. خدمت عرض کنم، میدونی دو تا رادیکال شما تبدیل شد به یه رادیکال. حالا باید یه نفس عمیق بکشی، این رادیکال رو تنها کنی، بقیه رو بفرستی اون ور. اینم تلپ تلپ ضرب کنی، تلپ تلپ ضرب کنی 0 میشه 6x منهای 3x 2 به علاوه 2 منهای x. اینم برن اونور، 3x منهای x میشه 2 تا x، میره اونور میشه منفی 2 تا x. این 1 با 2 میشه 3، میره اونور 9 منهای 3 6. اگه همه رو به 2 ساده بکنیم 2 برمیپره. این زیرم تو داری منفی 3x 2 به علاوه 5x به علاوه 2. اینم که به 2 ساده کردی شد منفی x به علاوه 3. حالا دوباره نفس عمیق، دوباره دو طرف به توان 2. رادیکال این میپره، حالا اون ور میشه اتحاد، میشه x2 منهای 6x به علاوه 9. مرتبش کنیم میشه منفی 4 تا x2 به علاوه 11 تا x منهای 7. میخوام برای دلتا برم ولی نه دلتا نمیرم، چون آب و به و سه جمعشون صفر شده، یکی از جوابای یکه، اون یکی هم سه آمه،
به شرطی میپذیرم که صدق کنه. یک ضرب دست سه با یک چهار ضربش دو، دو منهای یک یک، دو یک سه، این قبوله. هفت چهارم ضرب در سه، 21 چهارم، 21 چهارم، 21 چهارم و 4 چهارم میشه 25 چهارم، 25 چهارم، 25 چهارم جزش میشه 5 دوم و علاوه 7 چهارم، اینم هست 8 چهارم، 8 چهارم منه 7 چهارم میشه 1 چهارم، 1 چهارم جزش میشه 1 دوم، 5 دوم و 1 دوم، 6 دوم یعنی 3. اینم درسته، هر دو صدق کردن، پس قابل قبول هر دو تا ریشه. خب بچه های زبل، این کلاس ما هدیه‌ای بود از طرف آموزشگاه بعثت خدمت شما، انشالله استفاده کردین. ما ترممون از تابستون شروع میشه، شما 11 برای شکار 12، خب خواهش میکنم 11 خوب بخونید، تو رو خدا تا قبل از شروع کلاس های حالا چه مدرسه چه آموزشگاه بعثت، قبل از شروع 12 خواهش میکنم 11 رو چندین بار بخونید، حتی شده بعد از امتحاناتت. این عقل درستابی اگه باشه، طرف میگه امتحانات هم دادم ولی میخوام بخونم، چون 11 میدونم در اثر هر بار تکرار شدن یه ماه دوامش تو ذهنم بیشتر میشه، یه ماه، یعنی یه سری دیگه بخونم یه ماه دیگه دوامش تو ذهنم بیشتر میشه. تو در 12 خیلی احتیاج داری که مباحث قبلی دوامدار تو کلت باشه تا بیشتر بارو بندازیم روی 12. 12 خیلی توپله. موفق باشید، به امید دیدارتون هر جا هستید انشالله سلامت باشید، به آرزوهای خوشگلتون برسین، ما رو هم دعا کنید. بعثت آشنای سنه است.